خب ببخشید اینجا گرمه، تو نورای زیادی هست، من شرمنده یه وقتی هم خیس عرق شدم، شما ببخشید. به اضافه اینکه بعضی وقتا ممکنه صدا هم بیاد، البته با تمام تلاشمون میکنیم که مشکلی توی فایل نهایی نباشه، ولی خب ممکنه باز یه سری صداهایی هم داشته باشه. محیط شهریه و به خاطر اینکه ما بتونیم همه رو تولید توی زمانایی که داریم بکنیم، خب نه توی استودیو نیستیم، توی استودیو خودم هم خونه است و هوم استودیوه، به خاطر همین خب محیط شهری تاثیر میذاره. من عذر میخوام اگر یه وقت حتی تاثیر کوچیک گذاشت، که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که یه همچین اتفاقی اصلا نیفته. خب ببینید، دایره و مربع، ببینید ارتباط دایره و مربع، خب چیزی که توی مدرسه هم خیلی خوندیم، ما اگه یه مربع داشته باشیم و این رو یه دایره یعنی یک دایره داخل این، یه مربعی که محیط شده به یه دایره، اتفاقی که میفته میبینیم که، بذارید اینجوری توضیح بدم شاید بهتره، هیچ سطح تیز 100% که این دوتا بیان به هم بخورن وجود نداره، چون برندگی خیلی زیادی خواهد داشت. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا دوتا سطحی که به هم میرسن که یه همچین زاویه 90 داره، معمولا در این نقطه میایم یه کرو بهش میدیم. کرو در فارسی بهش پخی هم میگن، پخ. اینجا رو میایم یه، میخوام بزرگتر نشونش بدم، میگم این بخش رو حذفش میکنیم، حالا کوچیک، که به ما یه نرمی و اسموسنسی میده، اتفاقی که اینجاها افتاده. یعنی این تیزی رو ما حذفش کردیم. اگه ما این تیزی رو همینجوری مرحله به مرحله حذفش بکنیم، به یه ماکسیمومی برسیم، ما میبینیم که میتونیم از یک مربع یک دایره در بیاریم. پس که این دوتا با هم یه ارتباطاتی دارن که وقتی هم که داخل پرسپکتیو میرن، این ارتباطات همین شکلی میمونه. یعنی چی؟ مثل این که خب ما میبینیم که تو این نقاط، توی چهار تا نقطه اصلی، مربع و دایره توی محیطاشون همدیگه رو به همدیگه برخورد میکنن. به اضافه این که اگر ما این خطوط قطری رو هم بکشیم، میبینیم که دایره ما، و اگه اینجا این خطوط رو هم بکشیم، خب ما این خط رو اول نصفش کردیم، بعد دوباره وقتی نصفش میکنیم میبینیم تو این نصف بالایی این نقطه ها وجود دارن. یه مربع محاط شده توی یک دایره و دوباره یه دایره محاط شده توی یک مربع. این ماکسیموم کرو است که اگه ما به یک کیوب این ماکسیموم کرو رو بدیم، میشه یک عدد کره، که خب البته اینم با هم رسم میکنیم تا ببینیمش. خواستم از نمونه های قبلی ببینم پیدا میکنم براتون نشون بدم الان، ولی میکشیمش. پس اگه بخوایم یه همچین کروی بدیم، اگه ما این رو ماکسیموم در نظر بگیریم، میشه یه همچین چیزی، میشه یه همچین چیزی، میشه یه همچین چیزی، و ما اینجا رو میتونیم این کنج رو کلن از بین ببریم. و اگر این اتفاق رو تکرار بکنیم باز هم، یعنی تقریبا داریم به یک شکل تاس مانند میرسیم از یک مکعب با حذف کردن این کنج ها.
خب اگه این دایره ها رو وسط ببریم که حالا اونم توضیح میدم، وقت میتونیم به یک کره برسیم. یعنی در از کره از سه تا دایره که تو هوا، یا یک دایره است که تو هوا چرخیده، ولی خب ما میتونیم روی سه تا پلن اینها رو نشون بدیم. ما علاوه بر حالا کرف که داریم، شما توی مثلا توی اکثر نرم افزارام که نگاه بکنید، اگه ما یه مربع داشته باشیم که فرض کنیم 10 سانتی متر در 10 سانتی متره، وقتی که این قطر رو میکشیم، ما درس کردیمش اینجا رو 5 سانتی متر و دوباره میتونیم این رو کوچیکترش بکنیم و باز هم کوچیکترش بکنیم اگر میخوایم تا به اون کرو مورد نظرمون برسیم، که میشه در اصل از یک چهارم از یک دایره به قطر 2.5 سانتی متر. به این میگیم پس کرو، خمیدگی به این اتفاق که تیزی رو از بین ببریم. یه اتفاق دیگه اینه که این دوتا رو به هم وصل کنیم، بهش میگن چمفر. یعنی چی؟ یعنی که باز دوباره همین دوتا خط رو داریم، ولی این نقطه ها نقطه های مماس ما بودن دیگه. ما این دوتا نقطه رو به جای کرو کردن به هم وصل میکنیم و این نقطه حذف میشه. در اصل ما یه همچین شکل خواهیم داشت، توی اینجا یه همچین شکلی داریم در گوشه، ولی توی این یکی یه همچین شکلی. این کرو و چمفر. تا اینجا هم ارتباط دایره و مربع رو که بعد بتونیم ببریمش تو پرسپکتیو، که حالا خیلی کارهای دیگه هم باهاش داریم، یاد گرفتیم چمفر و کرو رو. و بعدی ارتباط دایره است با مکعب که ختم میشه به کره.